خب آقای پزشکیان یا همون پوزیده به حول و قوه مقام عظما همونطور که خودتون فرمودید از تو صندوق در اومدید و خب به هر ترتیب شما یه نعمت الهی بودی واسه نظام که تونستین همه رو به خودتون مشغول کنید. هنوز کسی نفهمیده که شما به چه سازی میخواید برقصید و این خب خیلی عجیبه. یعنی میخوام بگم که مقام عظما کارو در آورده، میدونی؟ همون اول کاری هم ماسخورتو گرفت که باهاش میگرفت. عوض کنفرانس مطبوعاتی رفتی دستبوس جسم ناقص مقام عظما و تو مقعد امام راحل که یه وقت حول برت نداره. خب بندم راضیم به رضای مقام عظما، واسه همین یه دستمال برات آوردم. بذار اول من این چیزو باهاش بگیرم. کلن روایت داریم که تو نظام جمهوری اسلامی دستمال کلن از اصول راهبردیه. شما هم میتونی باهاش دم و دستگاه مقام عظما رو جدگیری کنین. حتما انشالله این کارو. بله خیلی خوبه و ادعات هم خیلی بامزه بودن. بنده خودم به شخصه خیلی خندیدم، فکرشم نمی کردم که هنوز بشه از این حرفا زد. گشت ارشاد گشت فیلتر و فضای مجازی و گرونی اینا. ولی خب روایت داریم که سگ زرد برادر شغاله، تا موقعی هم که مقام عظما بالا هست میشه این حرفا رو زد و بهشون عمل نکرد. از این راه رفتنت هم که باهاش لاتیت رو پر میکنی هم خیلی خوشم میاد، انگار داری رو ریش ولایت اسکی میکنی. خب ما هم به همه سپردیم که از این هم از همه ها، از آخوندا گرفته تا برادران سپاهی که هوا تو داشته باشن، تو هم سهشو بگیر و زایبازی در نیار. یعنی باهاش زایبازی در نیاری. این دستمانم بهت میدم، جنسش نانوه، نسوزه. روایت داریم که دستمال قدرت داداش کایکو و مخصوص حاکم بزرگه، باهاش میتونی خیلی خوب برق بندازی. حتما انشالله این کارو. بله البته شما توی داستان دستمال و پاچه خالی و اینا چیزی کم نداری یا ناگفته نمونه. هنوز هیچی نشده واسه حسن نصرالله و جبهه مقاومت و سگ و سیله هاشون نامه نوشتی، فقط مونده واسه طالبان و حماس و حوثی ها و ابوبکر بغدادی و اینا هم یه نامه ای بنویسی و راه داشبراممون رو ادامه بدی. شنیدم شما که ظریف جمهور باشی رفته بودی خونه زغال جمهور، ها؟ خوبه این کارا، این کارا رو بکنید، یعنی باهاش بکنید. مثل خود ابرام دراکولا گلابی باشو بشین یه گوشه نهارتو بخور، انگلیسی صحبت کن، اصلا برو با بچه ها تو کوچه فوتبالتو بازی کن. از این دعوای زرگریت با قالیباف و جلیلی و زاکانی هم بیشتر بکن، عظما روز داره، میدونی؟ این دستمان هم من بهت میدم، باهاش از حرم امام تا جسم ناقص مقام عظما رو غبار رو بیخونی. حتما انشالله این کارو. بله خب شنیدم که گفتید اگه میخواستم دزدی کنم تا حالا میکردم. خب ما روایت داریم که دزدی که سن و سال نمیشناسه، اومدی وسط یه سری دزد و راهزن و جانی دیگه، باهاش هم رنگ جماعت چی؟ البته که شما میتونید، میدونی اون موقع که گشت ارشاد مد نبود شما ارشاد مزگان داشتی واسه خوده. خلاصه این که مقام عظما خیلی مسند مایه گذاشته، حالا از خودشون گرفته که زب در سه کردنه تا همه به قول معروف این اصلاح طلبا و اینا مثل این ظریف که دیگه میمون بازی نبود که در نیاورده باشه، تا همه یه تلویزیون های خارج کشوری که این سری البته اونا به همه ما سور زدن دیگه، اونا سلطان دستمال هم میدونیم. الان همه برای مقام عظما برق میندازیم، مقام عظما قالیباف و فرستاده واسه پوتین برق بندازه. این دست برای همین من یه دستمال برای شما آوردم که یه وقت پیش اونا احساس حقارت نکنیم، میدونیم. حالا باشو یه خورده راه برو، یه خورده بخندیم. حتما انشالله این کار. خب بله
خوب کاری میکنی، خیلی خوب کاری میکنی، بحث بکنی. دستمال برای شما آوردم.